به نسل 20 ساله پنشیر معذرت میخواییم. بنمایندگی تمام مردم پنشیر دستایتا میبوسم. من نفهمیدم که این من نه تنها که بر روان او رفتیم، در اعصاب او رفتیم، نرفتیم، نه، بر اعصاب و روان مردمی رفتیم، مردمی که زمان مرا تلویزیون آمد گرفت، سالنماری به زور برد، توسط این مردم در ظرف یک ساعت رها شدم، روان مردمی که همیشه تحت حمایتش بودم، مردمی که همیشه بر من بزرگی کردن، مردمی که همیشه صدای مادرم که به منگل پنشیری روان کرده بودم که به تمام مردمم در تیک‌تاک ها نشر کرد، همیشه صدایش است که نستو تو 20 سال در دسترخوان پنشیری ها کلان شده ای، تو پنشیری هستی، تو وقتی 20 سال با اینها هستی نمی شرمی با کدام روی این حرفا رو میزنی؟ میگفتم می شرمم، من با پنشیری در منشن روبرو که میشم، وقتی که سلام میتوه آقای نستو، من گفتم از تکان چشمش میفهمم پنشیری است، وقتی میگه که آقای نستو چی حال داری و من از شرم نمیتونم بگم خوب هستم، وقتی اگر با پنشیری روبرو میشم در یک جای دیگه، نستو چی حال داری، از شرم نمیتونم بگم که برادر خوب هستم. من ناسپاسی بر پنشیری کردیم، من در برابر پنشیری ها بسیار زیاد ناسپاسی کردیم، من شکوه پنشیری ها را در شبکه های اجتماعی سرش بسیار ناانصافانه تاختیم. وقتی اگر به نام افغانیت تو میای از آرستانی برادرت است و مزاری رهبرت است، با افتخار تمام مسعود رهبرم بود، هست و می باشد، من شورای نزاری نیستم، من یک زل شورای نزار موج نو بودم و هستم. تو احساس میکردی استفاده میکنی؟ نه عزیزم، من مثل تو آره آدم ها قشمشنتر از تو آدم ها که یک تاش 20 تا جواب از 22,000 جوان مدیریت میکردیم در مکتب خانه مسعود. وقتی ملک عزیز، وقتی تعصب تا اینی اندازه بالا میره، وقتی تعصب تا اینی در اندازه وحشتناک میشه و من به خاطر ملی باشم که فلانی جان مسعود دو میزنم، من خنده کنم ملیستم و اونو شو، تو به نقطه بیدارگری ما شدی. و پنشیری تاخته بودم، میگفتم سر پنشیری زور شده، با افتخار اعلان میکنم در برابر 2,000 نفر ملک پنشیری، یکی از پنشیری های بسیار ساده که دیوانه خطابش میکردیم، آدم الهی خطابش میکردیم، آدم نیشه خطابش میکردیم، بی سواد خطابش میکردیم، من نستوی نادری، خبرنگار 20 ساله افغانستان، نویسنده کتاب پل سوخته آخر دنیا، در برابر این بی سواد پنشیری با تمام معنا شکست خود اعلان میکنم و من برای پنشیری ها باختم. یکی خلاص، اینمی شارم، من در جبه پنشیری ها باختم، دیگه وقتی که باختم سنگ گرنگ ماچ میکنم در جایش میمانم. یکی هیچ تکان نمیخوره، بازم من دیگه نمیگم که من میایم در میان پنشیری ها فلانه، نه، این جملات باید میگفتم، سرود تسلیمی من در برابر یک پنشیری باید اعلان میکردم و این فرهنگ پنشیر است و این فرهنگ پنشیر است که اگر در برابر سکوتم بکنی، در برابر ضعیفم شوی، مجبور و مکلف هستی که در برابر خود پنشیری باز تسلیم شوی. من به پنشیر تسلیم بودم، هستم، در برابر هر جمله‌ای که من به پنشیری گفتم، در برابر هر دشنامی که پنشیری به من داده، هیچ حرفی برای گفتن ندارم. خوب کده دشنام داده، باید دشنام میداد، من بر اعصابش را رفتیم. از تمام نسل 20 ساله پنشیر معذرت میخواییم که یک نستوی دیوانه را دیده بودن که بر اینا. من پس از این کولابی که تو خطاب میکنی، اونجا یک از آرستانی آمده به ملک پنشیری میگه کولابی را پایان پرتو، بزرگوار، صاحبان این سرزمین من و پشتونیم، صاحبان این سرزمین، امروز پشتون تنها با یک حقیقت به نام تاجک در افغانستان فکر میکنه. ما مردمی هستیم که کارهایی کردیم و تحصیلاتی هم گذاشتیم. اینه، پس از این امون نازک بحث ها من هستم، پس از این بحثی که گرفتی و کولابی خواستی و بحثی که گرفتی و خراسانی خواستی، باز من این از توی افغانه بخوای که باز برای تمام پاسخهای جانانه ایراه بکنم.
ملک بزرگوار ماست و یک جان سپاس میکنم از حضورت به نمایندگی تمام مردم پنجشیر. دستایت میبوسم و دستی یکا یک کودک بزرگ و جوان پنجشیر میبوسم و از پنجشیری میخوایم این دیوانه را به بزرگیشان ببخشند. دلت جانم آقای نستوی نادری، دلت جانم پروردگار تر کم نکنه، یعنی که حقیقت رو تفهمیدی. ما تبار دستیم، پنجشیری حامید بوده، پنجشیری در پشت سرت است، در آلمان هستی، همیجا به پنجشیری ها صدا میزنم که آقای نستوی نادری اینمیجا صدا کرده که به جهت خودش آمد.